بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مدرسه قرآن سید زینب در شهر استانبول ترکیه جشن فارغ التحصیلی جمعی از کودکانی که دروس آموزش قرآن کریم را در زمینه روحانی و حفظ تعدادی از سوره های قرآن به پایان رساندند برگزار کرد. گفتنیست در پایان جشن به کودکان پسر و دختر شرکت کننده در این مراسم گواهی پایان تحصیل تقدیم شد. شایان ذکر است در ابتدای این جشن دانش آموزان قرآنی مدرسه سید زینب سلام الله علیها آیاتی چند از کلام الله مجید را در حضور والدین خیش قرائت کردند. شهردار شهر ولینگتون پایتخت نیوزلند به دنبال درخواست مسلمانان این شهر برای پخش اذان از مسجد منطقه کلیبرنی طرحی را برای بررسی این پیشنهاد به شورای شهر ارائه کرد. اسناد شورای شهر ولینگتون نشان می‌دهد که مسجد کلیبرنی درخواست پخش اذان در سالگرد حملات به مسجد کرایست چرچ و همچنین در جشن عید قربان و یک بار در جشن عید فطر را داشته است. سند شورا نشان می‌دهد هر بار اذان حدود 1.5 تا 2 دقیقه طول می‌کشد. اعضای شورا این درخواست را در جلسه کمیته محیط زیست و زیرساخت مورد بحث قرار خواهند داد. در این درخواست آمده است که پخش اذان در سراسر محله یا شهر در نظر گرفته نشده، بلکه تنها در محوطه مسجد با استفاده از یک سیستم صوتی برای کسانی که در آنجا جمع شدند پخش می شود. بزرگترین نسخه دست نویس قرآن کریم نوشته خطاط مشهور حیدرشاه نورانی مجددی در کشمیر به نمایش گذاشته شد. این نسخه 41 فوت طول و 8.5 فوت عرض دارد و توسط روحانی و خوشنویس معروف حیدرشاه نورانی مجددی نوشته شده است. این نسخه از قرآن کریم شامل تمامی آیات قرآن کریم است که به صورت عمومی به نمایش درآمده است.